مامان جون صبر کن عزیزم، حتما خاله نرمین اومده. چرا تعجب کردی نفس؟ بهت گفته بودم همه راه‌ها به من ختم میشن. خدا میدونه باز شریک رزق و روزی کدوم آدم بیچاره ای شدی. واسه این که بوی گنده تو به محشمم نرسه از اینجا دور شدم. ببینم بویی که میگی اینجاست. فکر کنم به این شرایط عادت کردی. همیشه سر بلند زندگی کن. واقعا نمیفهمم چجوری میتونی قبول کنی. ایگی پسرم برو تو. مامان. مامان جون درو ببند برو تو. تا من نگفتم بازش نکن. زود باش. اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ خیلی راحت. جای بانمکیه. بوی تو رو دنبال کردم نفس. مثل سگ. هرچند همین رفتار بهت میاد. واسه آدمای اینجا چی تعریف کردی؟ ها؟ شوهر سابقم تعقیبم میکنه ولی خیلی خطرناکه. پلیسم دنبال شوهر جدیدمه. منم با یه بچه آواره شدم. پاهم هم که شکسته. آه خیلی درد و مشکل دارم. به هم رحم کنین. با این میخوای چی کار کنی؟ هرچند اگه محکم با این بزنی این دفعه میتونی منو بکشی. بعدش چی میشه؟ میافتی زندان. طاهرم میافته زندان. ایگیت هم میفرستن یتیم خونه. اینو میخوای؟ یلا بزن. وای نسا بزن. تنها چیزی که میخوام اینه که از من و پسرم فاصله بگیری. فهمیدی؟ این ناممکنه نفس. هنوز اینو نفهمیدی؟ گوش کن، طاهرم همه جا داره مو به مو دنبالت میگرده، ولی این من بودم که پیدات کردم. به نظرم یکم در این مورد فکر کن. برو وگرنه به پلیس زنگ میزنم. واسه یه چی؟ همه چیزو بهشون میگم. میگم که به هم تجاوز کردی. تجاوز؟ آره، من فقط اومدم پسرم رو ببینم. همیشه حق این کارو دارم. تو حتی حق زنده بودنم نداری. گوش کن نفس، تو زن عاقلی هستی. با لو دادن طاهر به پلیس اینو ثابت کردی. پس این عاقلانه رفتار کردن رو ادامه بده و با من بیا. به جایی که بهش تعلق داری. من به جایی که بهش تعلق دارم میرم. شاید فردا، شاید 3 سال بعد، اما میرم. جای من پیش طاهره. الانم برای آخرین بار بهت میگم گم شو از اینجا برو. اگه نرم چی؟ تو یقه منو گرفتی نفس. راستش وقتی بهم شلیک کردی انقدر تعجب نکردم. نمیدونم چقدر زنده میمونم، ولی تو حتی توی یه صحنه‌شم وجود نخواهی داشت. الانم گم شو برو. چقدر تاثیرگذار بود. چیزی نموده بود باور کنم. پس نمیخوای کنار من باشی نه؟ عجیبه، از کجا فهمیدی؟ من آدم نمک نشناس و هر جایی ببینم میشناسم. تو نمیخوای با من باشی. منو دوست نداری. نمیدونم چرا ولی از من متنفری. نمیدونی؟ از من فرار میکنی. همه ی این کارا رو فقط به خاطر این که دلت میخواد میکنی. اما ایگیتا مجبوره با تو اینا رو تحمل کنه. این بچه رو دنبال خودت این ور اون ور میکشونی. تازه میگی بچه‌م رو از جونم بیشتر دوست دارم. آره؟ ایگیت ترجیح میده تو خیابون زندگی کنه تا اینکه بیاد پیش تو زندگی کنه. ایگیت فقط یه بچه یه کوچیکه. تو سنی نیست که بتونه درست و غلط رو تشخیص بده. تو اینقدر با هم بد رفتاری میکنی، اینقدر بد نگاه میکنی، بچه‌م از تو تقلید میکنه. فقط همین. تو واقعا مریضی وداد. تو هم خیلی لوسی، مغروری، خودخواهی. میلیون ها زن دارن فقط و فقط به خاطر خوبی بچه‌شون چه چیزایی رو تحمل میکنن، اما تو یه جوری رفتار میکنی انگار تنها خودت وجود داری. بس دیگه گم شو برو. حتما باید مجبورم کنی اسلحه بکشم نه؟ میخوای چی کار کنی؟ منو میکشی؟ هر دومون میدونیم که نمیتونی این کارو بکنی. از کجا میدونی؟ چون دوستت دارم؟ چون دیوونه وار عاشقتم مگه نه؟ اما یه چیزی رو فراموش کردی نفس. راستش ترجیح میدم چیزی که متعلق به منه بمیره تا این که دست یکی دیگه باشه.
پدر و مادرهایی که بچهشون میمیرم بعد یه مدت همه چی رو فراموش میکنن، حتی اگه براشون سخت باشن به خندیدن ادامه میدن. واسه همین هر دوتاتون با من میایین. همین الان متوجه شدی؟ با تو هیچ جایی نمیام. میای ایگیت بیا بابا جون، میخوایم بریم. مامان جون همونجا بمون. مامان با سنگ بزنشون، هیولا رو با سنگ بزن. گفت هیولا؟ این که پسرم رو علیهم میکنی اصلا کار خوبی نیست. بسه دیگه، گم شو، برو گم شو. به نظر منم بسه. بخواب. چی میشه همیشه اینقدر آروم باشی؟ نفس ایگیت، بابا جون در رو باز کن پسرم. ایگیت پسرم، ببین من و مامانت میریم، تو هم اینجا تنها میمونی، بیا بیرون. در رو باز کن ایگیت، من و مامانت میریم یه جای دور، نمیتونی پیدامون کنی. گفتم درو باز کن، دیگه داری عصبانی میکنی. مجبورم نکن این درو بشکنم. ایگیت این بار آخره، درو باز کن وگرنه میشکنمش. گفتم درو میشکنم، خودت خستی. لعنتی. چی؟ میگم ولش کنیم دیگه. بیا ببینم. سوک سوک. آفرین، هوشت به من رفته، خوشم اومد، اما همینقدر بازی بسه، را بیفت بریم. منو ببین، خوب گوش کن چی میگم. مامانه تو ماشین خوابیده، اگه بچه یه بدی باشی و ترجیح بدی اینجا بمونی و مامانه تو تنها بذاری میتونی بمونی، اما اگه بگی مامانم رو تنها نمیذارم باید با من بیای. بابام میاد، اون موقع به حسابت میرسه، فهمیدی؟ ببری که از دریا اومده فعلا دومشو گذاشته رو کولش، داره از دست پلیس فرار میکنه، نمیتونه به شما برسه. بعدشم بابای تو منم، اینو فراموش نکن. را بیافت. پسرم، یادت رفت اینو برداری؟ راه طولانی در پیش داری،
یکم پول تو این پاکته. این که یکم نیستش. با عنوان قرض قبولش کن، یه روزی یه جوری به هم پسش میدی. پسرم، زن و پسرتو بردار و برو، زندگی تازهی تشکیل بده. اجازه نده کسی تو زندگی دخالت کنه. اگه تو گذشته گیر کنی خوابت میبره پسرم. بعضی وقتا ندونستن بهتره. چند دقیقه پیش میگفتی از ثانیه خانوم بپرس، چی شد؟ نظرت عوض شد؟ چه فرقی میکنه که من نظرم عوض بشه یا نشه؟ دونستن بعضی وقتا آدم رو خسته میکنه و بعضی وقتا آدم رو میکشه. چرا خودت نمیگی که میگی از مامانت بپرس؟ مهمتر از هر چیزی این یه مسئله خانوادگیه. من بعدها وارد این قضیه شدم. باشه، برو پسر جون، پسرتو زنتو بردار و از اینجا برو. تنها نصیحت من به عنوان یه داداش بزرگتر به تو این همین کارو میکنم، اصلا نگران نباش. اما یه شک بزرگی تو ذهنم انداختی. شوکه شدم. تا این مسئله رو نفهمم نمیرم. من یه چیزی رو نمیفهمم. این ودات عوضی به چه دلیلی از استانبول بلند شد اومد اینجا؟ اون اومد و با شما یه قرارداد مهم بست. دقیقاً همینو میگم. چون که من فرستادمش. من خواستم اینجوری بشه. اما یه اتفاقی افتاد که اصلا فکرشم نمیکردم. نفس در حالی که هیچ ربطی به این قضیه نداشت وارد این اتفاقات شد. همه چیزو خراب کرد. چی خراب شد؟ گفتم که پسر، همه چیز. فکرت هرچه زودتر از اینجا برو.
فعلا برو، هرچی باشه واسه کشتن من برمیگردی. میدونین که چیکار کنین نه؟ بله قربان. خیلی خوب رابیه. ویلم کن. ویلم کن. مامانم هم ویل کن. مامان. این پسر خیلی خشن شده. اونقدر که به نظر میرسه خشن هستی یا نه؟ بله. یه مشت به هم بزن. ببخشید نفهمیدم. میگم به هم مشت بزن. مشت. همین؟ خب یه مشت دیگه به هم بزن، اما اگه منو نندازی زمین حد بزن کی میفته زمین. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آفرین آفرین. خب من یه کار کوچیک دارم، باید برم تا یه جایی. مراقب زن و بچه ها باشین، نذارین صداشون در بیاد. چشم قربان. حالت خوبه؟ سلام علیکم. علیکم سلام داداش. پسر تو چرا تنها صابونه میخوری؟ پس نیمت کو؟ نه والا داداش، من رفتم واسه صابونه خرید کنم، وقتی برگشتم نبود، گوشیشم خاموشه. عجب، چرا اینا رو شکستی؟ نمیدونم داداش، منم ندیدم، حتما مراد شکسته و رفته. ببینم فقط همین واسه شکستم مونده بود. ببین پسر، همین جوری هم تو درد سر افتادیم سر و گوشت نجامه که دهنتو سرویس میکنم. داداش من چیکار کردم آخه؟ من از اول میگم تا کار از کار نگذاشتی حرف زده باشم، بقیه چیگه با توه؟ داداش چیه داداش؟ داداش چی؟ منم این کارو بکنم چی میشه؟ بسر تو منو مسخره کردی؟ منم این کارو بکنم چی میشه؟ دهنتو سرویس میکنم، یکیتون تموم نمیشه اون یکی شروع میکنه. ای خدا به دادم برس. پسر از لج دارین این کارو میکنی؟ آخه یه بارم که شده از داشام شانس بیارم دیگه. این پسر بی خاصیت کجاست؟ داداش گفتم که وقتی اومدم اینجا نبود. تو رسما مغزت از کار افتاده؟ مغز من از کار افتاده؟ شیطونه یه بار بردش دوباره پس آوردش. نخند. میگه مغز من از کار افتاده. ببین منو، این داشت شمیل خیلی عصبانیه. اون روز رفت خونه، میره انقدر فکر میکنه فکر میکنه فکر میکنه، بعد میاد برای اون درد سر درست میکنه. ببین پسر، باید مراقب داشت باشی، باید ازش محافظت کنی، اگه چیزیش بشه تو رو مقصر میدونم. داداش ای تو روح داش گفتنه، داشی چی؟ داداش عقل من یکی که دیگه قد نمیده. داداش طاهر و زن داداش نفس، آخه چی میشه آخرش؟ منم نمیدونم چی میشه، مگه عقل واسم مونده؟
پسر این مراد کجاست؟ اوه چند لحظه پیش پرسیدم نه؟ آره دیگه نیشه تو ببند احمق میزنم میکشم تو بگو برام چایی بیارن کمانچه به این خوشگلی به فنا رفت وای ننه جون چی کار کنم یعنی میشه درستش کرد نه بابا عثمان هیچ خبری نشده باشه باشه خیالتون راحت اگه چیزی شد خبر میدم باشه بابا عثمان خیالت راحت بیا تو کمیسر علی بله خودم هم شما کی هستین از وزارت امور داخلی هستم میشه کم با هم حرف بزنیم موضوع چیه؟ خصوصیه فکر کنم جایی هست که بشه حرف بزنیم مثلا اتاق بازجویی ای بابا اینجوری نکن دیگه چی کار کنم آبجی تو بگو قلبم درد میکنه خب معلومه که درد میکنه عزیزم اما باید مقاومت کنی باید لجبازی کنی بابات هم میفهمه ثانیه خانم من بهت چی گفتم؟ مگه نگفتم یکی میاد گناهاتو بهت یادآوری میکنه اما اون یه نفر من نیستم طاهره طاهر پسر طاهر دیوونه اون میاد که ازت حساب پس بگیره وقتی که زنده هستیم این گناه فقط گناه من نیست جهنم تو هم خواهد بود ثانیه خون سکینه و طاهر دیوونه و گناه این بچه به گردن هر دوتامون میمونه این بچه پسر طاهره ثانیه این بچه از کجا اومده؟ این بچه مال کیه؟ بچه برادرته بچه طاهر دیوونه اوه بسم الله این دیگه صدای چی بود؟ خاله سانی مامان خاله سانی نبزش نمیزنه به آمبولانس زنگ بزن زود باش فکر کنم دچار حمله قلبی شده بایسه بزن فرار نکن نیروی کمکی خبر کن این چیزایی که گفتین یعنی چی؟ طاهر کالیلی و شما سالهای زیادی که با هم دوستین مخصوصا این که با هم دیگه خدمت سربازی انجام دادین اینجا اینجوری نوشته؟ بله عالیه پس مشکل چیه؟ ببینین جناب کمیسر طاهر کالیلی رو به جرم شلیک کردن به وداد سایار دستگیر کردین اظهاراتش هم گرفتین ولی معلوم نیست چرا و چجوری طاهر کالیلی تونسته تو راه دادسرا از دست پلیس فرار کنه بله درسته
خب باید خودتون متهمو میبردین و فقط این نیست. با توجه به اطلاعاتی که به ما داده شده تو چامبرنو طاهر کالری رو تعقیب کردین، بعدش هم به مامورین گفتین که دست از تعقیب بردارن جناب کمیسر. خودتون به تنهایی رفتینم که بی نتیجه بوده. اگه شما بودین چه فکری میکردین؟ الان فکرهای من مهم نیست، مهم اینه که شما چطور فکر میکنین. اینطور نیست؟ بله درسته. فکر میکنم با توجه به اطلاعاتی که خودتون دارین حدس میزنین که به تعلیق در میایین، درست نمیگم جناب کمیسر؟ فهمیدم. این که به وقتش خیلی خوب خدمت کردین و پلیس خوبی بودین، این اجازه رو به شما نمیده که مرتکب جرم بشین و یا جرم و مجرم رو قایم کنین. اینطور نیست مگه نه جناب کمیسر؟ مامان! مراد! مراد! زود باشی یک کاری کن! چه شده؟ فکر کنم سکته یه قلبی کرده! حال ثانیه! آمبولانس خبر کردم! زن داداش آمبولانس رو فلش کن! با ماشین ببریم زودتر میرسیم! چیکار کنم؟ آروم باش! بدش به من! مامان بیدار شو، مامان، مامان بیدار شو، مامان خواهش میکنم، مامان بیدار شو، مامان جون، مامان، مامان بیدار شو، مامان چشماتو باز کن، مامان جون، مامان خواهش میکنم، مامان، مامان خواهش میکنم دیگه چشماتو باز کن. نظر مراد بهم خبر بدین، زود باشین به سلامت. ثانیه خانم، ثانیه خانم، نظر ببین نبض مامانم میزنه یا نه. نبضش خیلی ضعیفه. الو مصطفی خودتو برس. چی شده؟ مامانت سکته یه قلبی کرده، نظر و مراد بردنش بیمارستان. خدایا کمکمون کن. زنده داش طاهر عزیزم، مامانم کجاست؟ وقت ندارم زنده داش، مامانم کجاست؟ سکته یه قلبی کرده، مراد و نظرم بردنش بیمارست. عزیزم تو در رو باز کنید. پلیس، میدونیم که اونجایین، در رو باز کنید. همه جا رو خوب بگرد، باید پیداش کنیم.